بیا هم ستړي مشه دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره وی او تاسو تر دې د مر سره خبرونه په مینا باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوی استی نن په خبرونه کې را سره جمشید احمدی او بصیر حبیبی ته خدای روغ صحت ورکړي هم قدستونی د درد له کبله نن را سره خبرونه کې نو او له جمشید هم مننه کوم چې خبرونه کې را سره مالو ملګرتیا وکړه رازو دوستانو د نوی فکر برخه ته او په نوی فکر برخه کې نن دوستانو پر دې موضوع خبرې اترې لرو چې له ناکامۍ ویره څه ده څنګه رامنځته کیږي ولې مونږه شکست یا هم د هغه څه په نظر کې نیسو چې کله یو کړنه ترسره کوو یا یو کار ترسره کوو یا یو څه ته پلان نیسو هغې کې مونږ اولین شرط دا وي چې زه به ناکامه کیږم یا زما د ناکامۍ علتونه به څه وي کوم ټکي دي چې زه په نظر کې ونیسم چې ناکامه نه شم دا دې ته ورته نورو مسایلو د بحث لپاره را سره ټولنیز فعال احمد مجتبی صحاب په خبرونه کې میلمه دی له دوی سره به خبرې اترې لرو تاسو هم را سره پاتې شئ خبرونه را سره په مینه باندې وګورئ قیس خاصوبتان به خیر سلام برسه تشکر سلامت باشین با عرض ادب احترام خدمت شما حوامل پشت برنامه دوستایی که بیننده هستن امیدوار هستم که بتاب باشین برقرار باشین خسته نباشین و زندگی رو به میلتون آغاز کرده باشین خوشحال هستم و با افتخار که محمد مجتبی سخا در خدمت شما هستم پیش شما هستم برنامه صبح زندگی رو دوست داریم اینجا شرکت کردیم تشکر از دعوت شما سلامت باشین اول تعریف از ترس باید داشته باشیم که ترس چی دقیقا موضوعی که درست شده در برنامه امروز ما ترسی از شکست بله اول یک تعریفی از ترس می داشته باشیم و بعدش میپردازیم روی جنبه ها برخورد ارتباطات و نحوه تحلیل های از ترس از شکست در ذهن ما اول چه خوب است که تعریف های از ترس داشته باشیم ترس معادل کلمه انگلیسی شما نام فیر میشه که به نام خوف و بیم هست یعنی معنی خوف و بیم میدهد و از لحاظ روانشناسی ترس یک نوع احساس طبیعی انسانی شناخته میشه که در بدن بروز میکنه یک نوع هشداری است از درون که در مقابل از ما یک واکنشی از خود نشان میتیم و این واکنش در قالب های مختلف بروز میکنه از جمله واکنش میتونه تپش قلب بیشتر باشه تغییرات چهره ای باشه یعنی لرزش در سطح و اندام بدن باشه این را میگیم ترس و در پهلویش بازندگی یا ترس از شکست که معلوم دار است سوال هم اینجاست که ترس از شکست باز چیست؟ چی است؟ بله ترس از شکست از قالب های مختلفی اگر بحث بکنیم امروزه میدونیم که بعضی از معانی های پیش رای ما قرار گرفته تا نتانیم به موفقیت برسیم اگر نشه چی؟ اگر نتوانم چی؟ اگر انرژی کافی نداشته باشم یعنی چی؟ این از جمله موانعی هست که پیش رای ما قرار گرفته تا ما در جای خود ایستاد شویم و نتانیم روبرو حرکت بکنیم و اولا باید بپذیریم با مذرت که ترسی از شکست یا ترسی از بازندگی چی است فهمیدیم که ترس فرایند طبیعی است به گفته نلسون ماندلا میگوید که ترس شجاعت در مقابل ترس قرار میگیره شجاعت به معنای نترسیدن نیست شجاعت به معنای احساس ترس داشتن و در مقابلش کنترل انجام دادن است اولین کاری که میتونیم در ترسی از شکست از خود داشته باشیم باید بپذیریم که ترس در همه هست در وجود همه می باشد به طور مثال ترس برای کودک از تاریکی است ترس برای میانسال از درد جسمانی است برای جوان ترس از بیپولی است و برای افراد ثروتمند ترس از فقر است که نباید به این روبرو شوند و در پهلویش ترس از شکست وقتی بر ما رخ می دهد که ما انرژی کافی نمی داشته باشیم به چی روبرو می شیم به فوبیا روبرو می شویم و ما یکون مطالب آماده کردیم یا یاد گرفتیم از روانشناسی چون مسلک من نیست و می خواهیم در طرز یک پیام بر دوستان ارائه بکنم که ترس از شکست یعنی چی وقت بر ما رخ می دهد وقتی که ما بی جهت می ترسیم یعنی ابراز وجود کرده نمیتونیم از همه چیز میترسیم چون ترس از ابتدای ذهنیت ژنتیکی بشر به وجود آمده بشر ابتدایی میگفت که اگر برم بیرون شکار بکنم اگر برم برای شکار حیوانی مرا میبلعد و بشر امروزی میگوید که اگر یک کار را پرتم یک موفقیت بر خود را آماده بسازم یعنی اینکه من میترسم که بازنده نباشم جزء فرایندهای تکاملی ذهنی ما است که از آغاز تا پایان با این روبرو می شویم و این را بدانیم یا چون که انسان یک موجود ارتباطی است با گفته کانفیسیوس به جای اینکه به تاریکی ها لعنت بفرستیم بیاین که یک شمع روشن بکنیم و طرز برخورد خود را با ترس از شکست بدانیم حالا فهمیدیم که ترس باید کنترل شود ترس از بین رفتنی نیست که ما جنبه‌هاش از بین رفتنی نیست اما باز علل و عوامل است که باعث از این میشه اول از عواملش صحبت کنم بعد از به طرفی کنترلش عوامل ترس از شکست این که
به ترس از شکست یک مقدار عواملی که به وجود میارد، اولی که شجاعت مون از ما میگیره، دوم به هر چیزی به عنوان ناکامگونه میبینیم، افراد و اشخاص را دلیل مانع رای خود میدانیم، یعنی هر کار را بیشتر از اگرها و فرضیها استفاده میکنیم که به ترس رو برو میشیم، و بعدیش یگانه علت اصلی که با ترس از شکست ما رو برو هستیم با ترس در صلح هستیم. یعنی ما ترس را باید به رسمیت بشناسیم، از ترس پرسان بکنیم یا چگونگی های خود را مطرح بسازیم، چرا باور کردم و چگونه باورم شد. با گفته فریدریش ویلیام نیچه، مرد فیلسوف غرب، آدم عنوانداری است، ما همواره کوشش میکنیم که عنوان کسب بکنیم در دنیا، این آدم میگوید که اگر چرایی داشته باشید به چگونگی هر کار میرسید، و دلیلی باعث شد که ما باید چرایی ترسیدن خود را پیدا بکنیم. دوم، نداشتن دانش کافی علت اصلی ترس از شکست است. به این دلیل به فرموده حضرت علی علیه السلام که میگوید بالاترین اعتماد دانش است و بالاترین دانش صداقت است. و ما امروزه در دنیایی که سراپا از دانش و علوم است، از دانش و علوم کم جا ماندیم، ترسیدیم، از موفقیت فاصله گرفتیم. شاید مردم بگه که ترس هم یک ترس است، آیا انواع داره یا نه؟ هم یک ترس است، یک نوامیه. و ترس خب معمولا انواع مختلف دارد. ما قبلا هم اشاره کردم که به نسبت های مختلف افراد بزرگسال، کوچک و امروزه چی کسایی باش روبرو هستند. شخص خودم یا میگم جوان های امروزی با یگانه ترسی که روبرو هستند، ترسی از فقر است، ترسی از بیپولی است. به گفته جورج برنارد شاو، مردی که دارنده دو نوبل است و یک جایزه پولیتزر ادبیات داره، یه آدم خیلی مطرح است، میگوید که اولین مسئولیت ما در نترسیدن ای است که ما بی پول و بی پیسه نمانیم. جوانی که امروز از پول و پیسه جا ماند قطعا میترسه، قطعا نمیتونه جرأت بکنه، ابراز وجود بکنه در زندگی خود و حرف به گفتن داشته باشه. اگر شما بر من اجازه بدین یک حرفی از کتاب آلن دواتن میخواییم بگویم بر دوستانی که ما در زندگی خود به شک ذاتی در خود مبتلا شدیم که میترسیم. اول اینکه ما تردید داریم بر خودمون که چقدر باهوش هستیم، چقدر خوب هستیم و کجای دنیا ایستاده هستیم. این باعث میشود که ما بترسیم و در پهلویش این شک و تردید توانایی های ما را بیتوان بسازد، و این توانایی هایی که ما بیتوان شد، با معذرت کمی بیشتر صحبت میکنم، نمیفهم عجله دارم یا خیر. عجله نداشته باشین خوبتر، این یک نوع ترس هست. بله مطمئنن، و دلیل که میتونه و یک موضوع ترس که میتونه ما را به پیروزی برسانه آن سویش است. و از کتاب آلن دواتن میگفتیم ترس توانایی های ما رو ناتوان می سازد و باعث می شود که ما بترسیم و بلغزیم. باید یک چیز رو بپذیریم که ترس میکانیزمی برای رشد است. بله، گفتم انواع ترس چی شد معلوم شد، بعضی گونه های ترس هم معلوم شد که شناسایی، اما عمده و اصلی که بشناسیم که چگونه باید بشناسیم ترس را، از لحاظ روانشناسی یا اجتماعی یا از فعالیتایی که ما میکنیم، چی نوا بشناسیم که ترس داریم یا ترس را شناسایی کنیم، چی اصلا؟ بله، موضوع مهم و درست شده، اما علل هایی است که ما باید بشناسیم ترس چی است. بله، اول با فکر کردن به ترس باید فکر بکنیم. یک موقع بعض دانشمندا میگه با فکر نکردن به ترس، مگر میشود که ما با ترس فکر نکنیم؟ اصلا باید وقتی امروز ما بلند میشیم، هدف تعیین میکنیم و قرار است به یک راه برسیم، در آنجا است که میترسیم. شناختش از ترس چی میتونه باشه؟ اولین و عمدترین راهی که ما به ترس روبرو میشیم نداشتن برنامه است. ما اگر برنامه نداشته باشیم، بی خودی نمیتونیم پیش بریم، نمیتونیم به جای برسیم. پس این واضح شد که خود ترس یا یکی از عواملای ترس نداشتن برنامه هست. دوم، متعهد بودن، پشت کار و تلاش چیزهایی هست که میتوند ما را در این زمینه در شناختش کمک بکند. و به گفته بزرگترین دانشمندا، سقراط نمیدونم این حرف را گفت یا ارسطو، میگوید که بزرگترین زهر برای ترس خندیدن است. خندیدن را در علوم و دانش پیدا کرد. گفت ما اگر well educated باشیم، یک دانش خوب داشته باشیم، شناخت ما بلند می رود و می دانیم که هر زمینه را بشناسیم. یک موضوع دیگر ایدئالگرایی هست. بله، دو سوال مطرح می کنم، یکی شناخت از خود، بله، و یکی بی‌باوری با خود. چه تاثیر دارد بر در ترس؟ حرف کلیدی، حرف کاملا بجا، و به گفته
آلندوواتن یک حرف معقوله دارد، میگوید اولین گام ترس از خود شروع میشه. امروزه ما متاسفانه از موفق شدن میترسیم، از موفق نشدن میترسیم، از پولداری، از بیپولی، از دانش، از نداشتن دانش، از همه چیز میترسیم. به دلیل این که میترسیم که ما طبیعت را بر مبنای تقدیر خطاب میکنیم. یک دانشمند حرف زیبا میزند که بعض وقتها تقدیر به تدبیر میخنده. هر کار میکنیم نتیجه نمیگیریم، باورهای ما سست میشه، ما عاجز میمونیم در مقابل تقدیر. و در پهلوش دیگری میگوید که بعضی وقتها تدبیر به تقدیر میخنده. ما آنقدر زحمت میکشیم، تلاش میکنیم که میتونیم حتی با دعا، با کارکردهای ما تقدیر خود را تغییر بدیم. و بیباوری به خود از کجا آغاز میشود؟ از جای آغاز میشود که ما میاییم بالاتر از همه چیز ترس را قرار میدیم. یعنی ابراز وجود کرده نمیتونیم. با این منظور که ما از همه چیز به عنوان نرسیدن خطاب میکنیم، اگر نشود چی، اگر نتوانم چی. ما یاد گرفتیم که خیلی از وقتهایی هست که ما شبهایی رو نخوابیدیم برای امتحان فردا. ما به خاطر ناکابی فردا امروز را از دست دادیم. با گفته یکی از دانشمندان میگوید به جای این که با مزرعت شم از لایتر پرسان کرد که آقا خودت چرا به من صدمه میرسانی؟ گفت آقا آتش ما به هیچ چیزی نمیگیرد مگر خود آن، باورهای ما. از آن نخی به ترس که در وجود خودت هست و باعث میشود که تو بسوزی. پس ما این باید بدانیم که باورهای ما امروز عملهای ما را نشانی میکنن. نحوی خرد اندوزی باید یاد بگیریم. نحوی خرد اندوزی چی است؟ و حضرت علی علیه السلام خیلی بازی بیان میکند که نحوی خرد اندوزی در چهار چیز است. اول، عاقلانه زندگی کردن. ما یک نوع دیکتاتورهای در ذهن خود داریم. وقتی این که یک چیز خوب و بد را پیدا میکنیم، زود دیکتاتورهای ذهن ما آن را حق میکنه. وقت بسیار کم است. اگر کوتاه برام بگین خطرات ترس از شکست چیست؟ و چشم کوتاه چون موضوع نحوه خرد اندازی ما باشه. به هر صورت اثرات ترس، اولی که ما شرمگین میباشیم، دوم ملال آور هستیم در جامعه، بار دوش هستیم، سوم ابراز وجود و نمیتونیم از خود نشان و الگوی قرار بدیم. بسیار زد تشکر از شما. تشکر از شما. خاک مالی داد. وقت کم است. یعنی پیام هم میتونم یک کوتاه. تشکر از شما. امروز بیاییم که زباله ها را تفکیک بکنیم. ندانستن نوع زباله های ذهنی شده. در جهانی که پر از علوم است، ما اگر یاد نگیریم، اگر ندانیم، حتما میبازیم. پس بیاییم که شجاعت را اول قرار بدیم به معنای احساس و کنترل در مقابل ترس. بسیار تشکر. سلامت باشین. دوستان له تاسو هم ډیره ډیره مننه چې تر دده مرا سره ملوی او خپل خبرونه مرا سره په مینه باندې وکړل. د خبرونه ورستۍ برخه چې د حافظ امیری راپور دی، هغه تاسو ته جمشید احمدی وړاندې کوي. زموږ په لاس پرم هر چیرته چې یاستئ خوشاله ورځ.